یه حس خاصی که داخل این کلیسا داره اینه که تو وسط یه سنگ هستی، یه سنگ بزرگ که تراشیده شده و تو رفتی داخلش. یکی از کلیساهاست که از بالا تراشیده شده اومده پایین. ستونهاشو میتونید ببینید. وقتی از راهنمام پرسیدم که چه مدت ساختشون طول کشیده، گفت 23 سال. و چون که فرشته ها هم کمکشون میکردن و از طرف حضرت عیسی بهشون امداد غیبی میرسیده، مشخص نیست که دقیقا چند نفر مشارکت داشتن تو ساختش. و اینجا شاید قشنگترین کلیسای مجموعه کلیساهای لالیبلا که معروف به کلیسای جورج مقدس. لالیبلا. اینجا لوژیه که توش ساکن هستیم، خیلی جای باصفاییه. یه سری از خونه هاش درختی هن، یه سری هاشون سنگی هن. قیمتش هم تقریبا برای ما نفری 22 دلار به ازای هر شب در اومده. حالا اینم گفتم بد نیست بگم، اطلاع داشته باشید. دفعه قبلی که من اومدم لالیبلا، از آدیس تا لالیبلا رو با اتوبوس اومدم. خیلی پرمشقت بود، خب هزینهش پایین تر بود و اون موقع سختم بود بخوام با هواپیما بیام به خاطر هزینهش. و با اتوبوس اومدم، 2 روز طول کشید. یه مسیر کوهپایه‌ای بود که خاکی بود و پر از تکون، همش داشت تکون میخورد و بین راه میومدن پلاستیک مشکی بین مسافرا تقسیم میکردن که اگه کسی حالش به هم خورد مثلا توی اونا استفراغ کنه. خیلی متداول بود این موضوع. بعد این دفعه که با هواپیما اومدیم، مثلا داشتم به اون تجربه اون دفعه فکر میکردم. اون موقع من رسیدم لالیبلا یک حالت کمردردی داشتم و خیلی پرمشقت و سخت بود. اینجا هم بذارید بهتون نشون بدم. اینجا هم ببینید، این یکی از کلیساهاست که از بالا تراشیده شده اومده پایین. ستونهاشو میتونید ببینید. و اسم این کلیسا هم بیت مدهان عالم. Yes, yes. In your language. بیت مدهان عالم. بیت مدهان عالم یعنی خانه منجی عالم. شبیه به کلمات عربیشه. اینجا کفشامون رو باید در بیاریم برای اینکه بریم داخل. Symbolic or imitation of graves, Abraham, Isaac, and Jacob. Their actual grave is found in Jerusalem, or close to Jerusalem, but as I told you earlier, this is the new Jerusalem. Everything is symbolic or imitation. این تصویر این چهار نفری که میبینید، چهار تا از پادشاهان قدیمی اتیوپی هستن که در واقع پادشاه کشیش بودن. اون نفر سوم خود لالیبلا هست. اینا یه اعتقادی دارن مردم اتیوپی، یا مردم حداقل معتقدشون، که این افراد ارتباط معنوی با خدا یا حضرت عیسی داشتن و ساخت اینجا اصلا بهشون
از عالم غیب دستور رسیده بوده و اینجا یه جای معنویه که میشه اومد خودتو میتونی متبرک کنی اینجا. و بعد یه قسمت خاص اینجا هم این سه تا مزار نمادینه، حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب. لالی بلا رفته بوده و بیت المقدس رو دیده بوده، میخواسته اونجا رو شبیه سازی بکنه، برای همین من شنیدم که قباری از اونجا آورده، از مثلا مزار حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب، و اینا رو به عنوان نماد اونجا ساخته که مردم اتیوپی بیان اینجا زیارت کنن و فاتحه بخونن. فاتحه که مال ما مسلمان است. باید همچین مسیرهایی این کلیساها به هم دیگه مرتبط میشن که این مسیرها هم داخل سنگ تراشیده شده. This is it's one compound surrounding one mountain. ایشون که در کنار من میبینید کلیددار این کلیساست. اینجا 11 تا کلیساست، هر کدومشون یه کلیددار داره که ایشون کشیش این کلیساست و کلیددار اینجاست. What's his name? Yes, Osman. He's a priest, Miskano Tarragay. کشیش میسکانو ترگی. ترگی. Yeah. امسیگنالو. Ask him to remember us in his prayers. نیا بله ماستوسی هیز دل اتسو لیدر نو. سلزی سمت آگینو تالو ملال سالو نه. آنام ماستوس تالو. اش. هر کدوم از این کلیساها یه اسمی دارن که نماینده یه مکان مقدس مسیحیه. مثلا این کلیسا صحرای سینا یا همچین اسمی، اون یکی هم جلجتا، اگر امیدوارم اسمها رو درست بگم. داخل خود این سنگ هم اینترنت کار نمی کنه که بشه مثلا چیزی رو چک کرد. این الان من وسط یه سنگ هستم در واقع دیگه، یعنی کل اینا یه سنگ بزرگه که داخلش تراشیده شده و این اولی مربوط به حضرت موسی است، اون یکی هم حضرت عیسی. اطلاعات مسیحی متاسفانه اونقدر زیاد نیست که دقیقا هر کدوم از اینا برای چی معروفن، ولی نمادهای خلاصه مسیحی هستن که اینجا هم ازشون استفاده شده. اون دومی رو وقتی که میری داخلش یه قسمتی هست که بسته شده، میگه داخل این مزار خود آقای لالی بلا قرار داره. گفتم میشه مثلا ما بریم داخل؟ نه، گفت نه نه نه، اونجا دیگه محل مقدسترین محل و اصلا کسی هر فرد عادی اجازه ورود نداره و خیلی این فضای رازآلودگونه و اینکه نه اینجا رو نمیشه رفت، مثلا این قسمت دیگه خیلی مقدسه، این قسمت نمیدونم هر کسی نمیتونه بیاد. اون جلو رو مثلا ما یه خانم توی گروهمون بود نذاشت بیاد، گفت اون قسمت خانوما نمیتونن بیان چون اونجا نماد محل تولد حضرت عیسی است. یه همچین فضاهایی خلاصه داره اینجا. و اینجا شاید قشنگترین کلیسا مجموعه کلیساهای لالیبلا که معروف به کلیسای جورج مقدس. خیلی بنای بزرگی. من اومدم اینجا. میشه پایینم رفت، باید از اون مسیر اون ور بریم، ولی خب دوست داشتم این طرف هم اینجا رو ببینید شما از نزدیک. بذار من فاصله بگیرم، خطرناکه کنار. آدم به این فکر میکنه که چطوری اینا رو ساختن، واقعا مغز آدم هنگ میکنه. و یه چیزی هم بگم، الان اینجا راهنمایی که ما داشتیم خب داشت توضیح میداد در مورد این، گفت که مثلا خیلی خیلی جدی داشت میگفت که مثلا حضرت مسیح اومده توی خواب لالی بلا و بهش گفته که این کار رو انجام بده، بعد نمیدونم یه سری نشونه ها از حضرت مسیح پیش این آدم بوده و اینا. بعد من گفتم که تو خودت هم به این معتقدی؟ بعد خیلی جدی گفت آره خب معلومه دیگه. بعد کلن مسیحی های معتقدی که اینجا هستن تصورشون اینه که واقعا یه بُعد روحانی پشت این کلیسا هست. مثلا میگفت که
فرشته ها، فرشتگان الهی کمکش کردن برای ساخت اینجا، چون یه همچین چیزی رو که نمیشه به طور معمول ساخت، حتما باید یک امداد غیبی باشه. و مردمی هم که میان اینجا خب به عنوان یک بنای متبرک به اینجا نگاه میکنن و یه جایی که مثلا میشه ازش شفا گرفت، میشه ازش خواسته هاشون رو توش مطرح کرد، یه نگاه اینطوری دارن به این بنا. یه جاهایی هم ببینید سبز رنگ شده، سبز و زرد رنگ شده، انگار که بارندگی داره بهش آسیب میزنه و خب چون این خیلی نمای قشنگی داره از اون بالا، فکر میکنم نمیخوان روش یه سقف بذارن، چون واقعا زیباییش به اون نمایی که از بالا داره دیگه، اون به علاوه صلیب در واقع. داخل کلیسای جورج مقدس رو هم بریم ببینیم، حالا نمیدونم تا کجاش میشه جلو رفت، ولی یه مسیری ببینید اینجا هست، این مسیر رو میشه رفت جلو و از پایین راه داره به داخلش. اوکی، قشنگ آروم آروم آدم داره میره ارتفاع پایین تر داخل این سنگی که توش تراشیده شده. اینجا هم محیط داخل کلیسای جورج مقدس، هر کدوم از اون حالت صلیب شکل، اون به علاوهی که داره، هر کدوم از برامدگیش یکی از این طرف اینه که 3 تا پنجره داره و مجموعاً میشه 12 تا پنجره که این 12 نماد 12 حواریون حضرت عیسی هم هست. افرادی هم که اینجا میبینید برای عبادت اومدن. نه ظاهرن برای عبادت نیومدن، نه اومدن عکس یادگاری بگیرن، چون قرار ازشون عکس یادگاری بگیرن. چون همزمان هم جنبه توریستی داره، هم یه دم میان واقعا برای عبادت و مراسم های عظیم اینجا برگزار میشه. الان صبح روز یک شنبه است، ساعت تقریبا 8:30 صبح. صدایی که میشنوید مراسم مذهبیه که کنار کلیسا برگزار میکنن. این حفره هایی که توی دیوار میبینید محل خواب و استراحت کسایی که برای عبادت میان به لالیبلا. یه دونه دیگه هم اینجا هست، ببینید مثلا ایشون اینجا شب استراحت میکنه. اینجا متکا و پتو و اسلحه هم داره، کلاشینکوف داره، یه اتاقه که کوچیکه در حد جای خواب یه نفر آدم، دمپایی و چوبش و اونم اسلحهش. اسلحه واقعا فکر نمی کردم دیگه داشته باشه، نمی دونم. So you have a gun? For what?
for your safety? For your safety, security? Yes. Oh, okay. اینجا کجاست؟ اینا محل زندگی افراد تارک دنیا، راهبهایی که میان فقط میخوان عبادت کنن و اینجا با زندگی خیلی ساده ای کنار کلیسا باشن.